سلام برای یوتیوب سوال اختصاری هستم براتون دوره یه ویدیو فان دارم امروز راجب فوزولی آقا من خیلی برام جالبه که چرا انقدر فوزولی توی فرهنگ ما جا افتاده است یعنی یه لحنی هم داره که سوه جون بچه تو که الان مثلا بهش میگی بپره براش بده یه خود آروم میکنن یه خود انگار مثلا دارم بچه صحبت میکنن که انگار دارم بهت خوبی میکنم من خواستم بیام این لطف بهت بکنم بهت بگم این اشتباه چیه خودتو درست کنی یا چیزن تو این لیول ها خیلی حق به جانب خیلی که مثلا انگار بده کارم من حالا مثال این داستان چیه چرا این داستان اومده آقا اولا وقتی که گیان لزبیان هم جنس من واقعا پاتون رو میوسم ببخشید که توی قفل فرهنگ ضعیفی شما ها داریم به وجود میاین و اینقدر گاو و وجود داره که نمیفهمن شما ها هیچ فرقی با هیچ کسی نداریم یعنی همه همی همین, همین گویی هستیم من واقعا از صمیم قلب میتونم بفهمم چقدر سخته که توی دنیایی باشی که همجنسگرا باشی و یک مشت حیوان احمق نفهم برت بشن و مخصوصا توی ایران که مثلا شاید 99 درصد آدم ها این موضوع رو قبول کنن من خودم نوعی آدم مغزم که دیگه میدونی مغز من چریختیه و دیدم بدون چریختی و اینا من وقتی خودم آدم اینجا یه, یه،, سال بود اینجا بودم توی قطار بودم بعد دو تا پسر داشتن لب میگرفتن سنگین از هم دیگه بعد برگشتم عصبانی شدم و گفتم خارتون رو گاییدم دیگه حالا میفهمم مثلا اینجا اوکیه بعد دیگه این کار تو خونه بکنین دیگه یعنی خود منم ببین بیشور جواد بودم نمیگم که پوینت من اصلا همینه کل اون 99 درصد میتونن خودشون رو عوض کنن ولی اینی که این گاو همه نشستن و هی رو تکرار میکنن چون که فکر میکنن باید زر بزنن واقعا ناراحت کننده است من یه پست گذاشتم توی اینستاگرام با ارفان داریم صحبت میکنیم بعد به ارفان میگم که آره من تجربه هایی که با یه آدم همجنس داشتم رو تعریف میکنم میگم که مثلا من نمیدونستم که چقدر شبیه همین تو این لول پشمام ریخته که انقدر شبیه همین و اون موقع که هنوز نمیفهمیدم موضوع خب چندین 20 سال شاید منظور 20 سال پیشه بگم آره این تجربه تعریف کردم این ویدیو رو میذارم روی اینستاگرامی همین تیکشو اولا که الان زیرش هزار تا کامنته واقعا همش تنفری یکی میگه که اگه به گیا اجازه بریم باشن بعد دنیا از کار میافته چون دیگه بچه به دنیا نمیاد یعنی ببین چقدر مغز باید کوچیک باشه یعنی یارو فکر میکنه مثلا گیا رو قبول کنن فراسو همه مردا گی میشن همششون یه نفر یه زن نمیخواد این چقدر باید یه مغز کوچیک باشه که اصلا بتونی اینو بفهمه مثل اینکه مثلا من فردا صبح بنشم میگم من به نظرم فردا صبح همه آدما که بلند میشن سر میخورن میخورن زمین میتونه اتفاق بیفته یه yeah, میتونه اتفاق بیفته ولی کسکش نه نمیتونه اتفاق بیفته میگن چی میگن توف... مثلا همین آدم های اولاق راجبه... انسان هم از میمون اومده همینو میگن میگن اگر انسان از میمون اومده چطوری هنوز میمون هست خب میمون هست الان یه یه حیوان جدید مثل انسان درست شده همون که اسب و ظرافه هم وجود داره با گوره خر و الاغ حالا من از خواست همه همجنسگرا ها معذرت خواهی کنم به خاطر این بیشوری لولی که هستش رو کم صحبتی سعی من بیش از زیاد صحبت میکنم اگر هم کسی دوست نداره بعدش میاد بفهم که یه چیز بد رو تو مغزت فرو کردن به خاطر کچه که این منوش شنیدی و آدم های اشتباهی که باشون حرف زدی و اینا یه تنفر احمقانه واسط به وجود اومده و رو خود کار کن همونجور که من دعاتی وقتی دیدم دو نفت لب میگیرم بعدم اومد بعد که من دعاتی هم چرا چون من دو سخنم لب میگم انگار که همه به من بده تو قطع اگه من این گورو میخورم اونم باید بخوره اگه من خودم تو نمیگرفتم و از تو دل خودم ناراحت میشدم حق داشتم چون میگم آقا... بیرون جای این کارا نیست من کلا تو فکرم مغز بسته‌ای دارم آدم فضولی هم هستم میخوام دخالت کنم تو همه چی خودم بیرون لب نمیگم تو لب میگی تو گیری این یه منطق آدم تخمیه میتونی اینو قبول کنی ولی من اون نبودم من فهمیدم بودم که نه میتونم لب بگم تو نمیتونی چون مال تو رو من دوست ندارم و یه دو تا دو خب اوکی چون من با اون حال میکنم این این رحمق. واسه همین اینو آقا بفهم اوکی چه دوست نشته باشی من کله پاچه دوست ندارم تو نمیدونی من هر روزم به کلاپاش فوش میدم هر کی پاچه میخوره داتی آدم چیه بدبخت بیچاره است دستش به گوش نمیرسه نه کوسچر باره نمیکنم کله پاچه هر کی خورده میگه خوشمزه ترین غذایی که تو زندگیت خوردی تایی دلم هم ناراحتم که نمیتونم کله پاچه رو امتحان کنم چون ازش بدم میاد چون عقلم میگه دود اگه بتونستی از این تنفری که داری بگذری صبح و شب کله پاچه میخوری چون هر کی خورده میگه دود خوشمزه ترین غذایی که تو دنیا وجود داره پس اینو میتونم بفهمم خب ولی بدم میاد پس من باش کاری ندارم تو هم دادم اگه دادم های گیه یا همجنسگر رو بدت میاد کاری به کارشون نداشته باش نه عاشقشون باش نه کاری به کارشون داشته باش ولی اینکه تنفر انتخاب میکنی مگه مریضی مگه مادر جندست به تو چی کار کردن کسکش کی خواست توری کونیو بکنه تو اگه واقعا تایی میخوای کون بدی اکونه به گیه یا ربطی نداره من همه دنیام هم گیه بشن فردا من تنها مردی میشم که دنبال کس میگردم آدم تصمیم خودشو به خودش میگیره به بقیه که ربطی نداره یکی میگه نمیدونم یکی زده بود کسایی که خیلی طرف دارن به گیا باعث میشه بچه هاشون گیشه مثلا این آدم با آغوشت هست که داره از گی طرفداری میکنه آقا چرا هم با کس چیه خیلی این چی اصلا کسی نمیدونه داستانش چیه نمیدونیم چرا بعضی گی به دنیا میاد و خیلی فکر میکنن گی میشن مردم خود که گی شدنی که نیستش گی به دنیا میای مثلا میگم من پسرم فکر کنم نه من پسر با دودول به دنیا آمدم دکتر من کشید بینو فلان نه نم زد در چونم گفت پسر موموکو هم بیرون گفتن دختر همون ثانی ها سوال نیست فقط نمیدونم حالا موموکو استریت یا لزمیانه این چیزی که موموکو بعدا خودش میفهمه پاشا نمیدونیم استریت یا گیه چیزی که بعدا پاشا میفهمه جوری که نیست به وجود بیاد مگه هر روز پسر بیارم جلوی پاشا بمالونم تن پاشام صورتی بکنم در نمیشه پاشا تو سن 15 بگی من میخوام از علی لب بگیرم نه پاشا میده دنبال دخترش چیز غریزیه یه خور خودتون رو باز کنید من نمیفهم انقدر برنامه کوسوشر فقط نگاه میکنین و تلویزیون ایران و اینا اصلا تو باغ نیستین انگام مثلا داریم با مرغ صحبت میکنم وقتی مثلا کامنت ها رو میخونم خجالت آوره واقعا فوش میدم به همجنس یکی زده بود من خوشحالم که ایران جلوگیری کرده از این کسافت کاری بود کشور ما همجنس گرا نداره میگم پسر همه من گه ما دقا دیوونه <تصال> 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 است یارو پسر همه هم سالشه منو زمان رزاشه های قارکسته دیوونه است مردم واقعا بی اطلاعاتی داره بیداد میکنه جون مادرتون این ویدیوهای کوشش منو بفرستین واسه مردم یه خورده عاقل بشن کمک هم کنین یه خورده بزرگ بشم کامنت بذارین یه انگلیسی بنویسین یه خورده ما رو زحمت بدین به جون مادرم من دو تا پوینت بیشتر ندادم تو ویدیوام یه دفعه بخندونمتون یه دفعه یه چیزی بهتون یاد بدم تو اگه بیه نیم ساعت وقت تو بذاری دو چیز این دو تا به بیفته برای تو خوبه برای کل دنیا خوبه بارفلاید افکت داره تو یه خوبی یاد میگیری تو نفر بعدی یاد میدی من میگم بدم میومد وقتی دیدم دو نفر دارن لب میگیرن ولی الان اصلا من گی بیاد به من میگه تو میخوام لب لب تمرین کنم چون تو الان من لب ندادم میترسم میگم اوکی حاضر مثل رفیقم این کارو بکنم هیچ لذتی هم نمیبرم از توش مثل اینکه مثلا دوستت پسرت پاش درد کنه میگه میشه جورا با پاش کنی پام کنی تمام وجودت میخواد بگه نه ولی میگه خواهر کوسه پاش شکسته بعد بکنم دیگه رفیقمه یه همچین کانسپتی الان یعنی به اون قدرت رسیدم که بتونم اینو ببینم جون خودتون کار کنی. نسبت تنفر به آدم گی اصلا قابل حذف نیست چون میگم هیچی به شما رب نداره مثلا من بگم آقا من رنگ قرمز خوشم میگم تو کسته ند آدم کی بکشیمش آدم آشخالی اگه همه تو خونه تو قرمز کنی تمام رنگ از بین میدن دیوونه خب من دوست دارم رنگ کیر میخوام بخوام به شما چه نفی داره اینشو نمیفهمم مردم یه جمعه که انگام مثلا یکی از چیزای گینه که اگه من گیشم میتونم هفت همسایه این بر هر وقت خواستم بکنم بعد معلوم از این میترسن که یه وقت همسایه هفتاشون گی در ما به کسی چه ربطی داره یعنی یه موضوعی که اینطوریه میدونستی که پسر پسر رو میکنه دختر دختر میکنه ای نه من نمیدونستم من فکر فقط دختر پسر پسر دختر نه اینا هم هستن ای پس من که فکر کردم فقط یه مدل رابطه هست سه تا مدل رابطه هست بله اوکی شام چی بخوریم کباب فروشی فلان باز شده بریم یه کام بحث اینطوری بر باشه نه که ده سال مردم قیام و یه اقلیم ها گیا باید ببینن خدا اینا گفته کستن واقعا اصلا من نمیفهمم واقعا من کست خونم مردم کست خونن من خیلی باهوشم مردم خیلی احمقا چه اتفاقی داره میفته مقشوییه که واقعا جمهوری اسلامی کرده به ملت آخه ما بچه‌ها اینجوری نمی‌خوتن گیا بدم کاری است اصلا راجعشون حرف نمیزدن یعنی ما من وجود دارن وقتی که فهمیدم وجود دارن ظرف سه ماه تونستم باهاشون اوکی شم گفتم خیلی خوب اینجوریان فهمیدیم ولی باید با یکی حرف می‌زدم اینجوری که من تو بشم میگم گه نظر چی میگم خوبه رفتم با یکی صحبت کردم گفتم آقا چی دونی ما واقعا نمی‌دونم چطوری می‌کنی کی میکنه می‌کنه سکه میندازین میگی من همش واقعا میگم دو تا دل نشستن دو تا ساخون دو تا کی کی میکنه بعد گفت نه بابا یکی فقط میدی یکی فقط میکنه گفتم وات دی فاک واقعا گفت آره خب خیلی جالب بود من قرار فکر مثلا امشب من اول پدرم تخت دیگه باید بده گسیش نمیدونست که خودم یاد میگیره حالا داستان اصلی که میخواستم براتون بگم که اصلا این درو شد ما من یه دونه ویدیو گذاشتم که با ارفان من و ارفان ما هم صحبت کردیم اینو میذارم بعد مثلا ساعت دوازده و نیم میذارم بعد یک میخوابم زیک زور من رو تخت خوابم میبره میخوابم میشه خونه نیست ساعت تلفنم میگه زنگ میزنه یعنی ویز میکنه بعد خواب بیدار میشم از این تلفن نگاه میکنم میبینم خواهرمه بعد من و خواهرم خیلی با هم کم حرف میزنیم میفهمی چی یعنی اگه یه دونه عکس طرف خواهر من بیاد مثلا امکان داره مثلا عکس که بابا مرده باشه بیاد ما خیلی با هم کم حرف میزنیم <تصفح> یادم یه عکس از خواهرم اومده گفتم چی شده خواه خواب بیدار شدم و پوینتی که من نمیخواستم از خواب بیدار شم اکثر نگاه کردم دیدم از توی مسیج اینستاگرامش یه سکینشات گته فرستاده واسه من که یکی از فامیلامون که میشه خواهر این فامیلامون که همجنس گراهه به خواهرم مسیج زده که اگر مامان این عکس رو ببینه ناراحت میشه به سهل بگو بیارتش پایین آردی به خودش گفتم جوابمو نمیده یا نب آردی به خودش گفتم نیورده ورده پایین یعنی تو اون دو ساعت که من خوابیدم نبودم این به من یه مسیج زده انتظار داشته که من تو اون دو ساعت باید جوابش رو بدم با اینکه مسج خونده نشده با اینکه نشون نداده من آنلاینم یعنی این اینم نمیگه مثلا به خودش اجازه داده که اصلا نظر بده اولا تو سگ کی هستی که بیا به من بگی این کارو بکنی نکن تو با اون لحظ. <تصال> با اون که مثلا انگار انگار مثلا, مثلا اون دارم کار میکنم بعد دو وومن. من مثلا اسم از کسی نیوردم میگم من اکسپرینس داشتم با یه آدم همجنسگرا اینطوری بود بعد داستان مال 20 سال پیشه <تصال> 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 میگه اگر مامانمون بشنوه این داستانو که پس، پسرش با دوست پسرش با هم توی رابطه بحثشون میشه مثل دوتا آدم نرمال مامانمون ناراحت میشه بعد خیلی من این جملهش جالب بود که مامان ناراحت میشه اگه بشنوه یه جوری که انگار مامان منه میفهمید چی میگم من خواستم میگم منطق چیه که مامان ناراحت میشه حالا مامان میدونسته که اون گیه آره که میدونه با اون پسر الان آره میگم با اون پسر که دعوا کردن توی خونه 20 سال پیش هنوز با هم یعنی اینجوری نیست که مثلا بگی آره اون پسر دهنش رو گایید این خاطره من مانا رو یادم نه هنوز با همن خیلی هم خوبن بنزم با هم فقط یه دعوای ملا کردن سر اینکه مثلا کفش رو جفتن که با هم دعوا کردن مثلا با من گفتم من فکر نمی‌کردم مثلا دو تا همجنس کردن سر چیز به این سادگی دعوا کردن فکر کردم دو خا پسرا آره ویدیو رو دیدم خب همین من اینو گفتم چیز خیلی ساده گفتم اصلا پوینت نبه رو نه به یارو فک فامیل ما برمیگرده نه چی بعد آدم عاقل برادر جنابالی هم تو باید کسی باشی که بیای به من بگی سویل تو که الان چهار تا نفر ویدیو تو گوش میدن یه خورده مردم عاقل کن راجع این هم این کاری که نمیکنه داره اونوریشو میکنه که اگه ببینه مامان ناراحت میشه میگم مامان آخه همچی میگه مامان مثلا این خادم واسه ما مادری کرده یه روز تو رو زندگیش مثلا ما رو دعوت نکرده خونش با هم حال بول کنیم صحب کن تا مامان این ویدیو رو ببینه <تصفح> <تصفح> جونه تو مثلا بچه بودیم میرفتیم خونش دست اسمارتیز رو باز میکرد دو تا به من میداد دو تا کنه آقا کی دو تا میده خونه ما باز میکردیم میکردیم دهن دهن پر دو تا میداد من دیدم خب کدوم اول رو بخورم بعد میرفتم بودم میشه یکی دیگه بدیم میگفت نه به اندازه کافی خوردی مثلا نمیدونم همچین انتظار داره که مثلا انگار ما هر روز اینجا مامان حالش خوبه مامان اول مامات اونم میشه به تو خوان که مامات اونم میشه مامات خودت میگه مثلا من مامان اونم میشه به اونا زنگ میزنم مثلا ازشون کمک میخوام این خب به من چه حرفی داره دوم این حق به جانب دست کجا میاد که انگار مثلا من به تو بدهکاری ام یا مثلا مثلا آخر مایی که من با این حرف زدم مثلا چهار سال پیش بوده بعد یه بچه‌ها این ویدیو تو بیار پایین و همین ویدیو آردی یک میلیون ویورو رد کرده یعنی میخواسته این خب بس یادم مثل من وقتی یه ویدیو یه میلیون میشه احساس میکنه که مثلا, مثلا مثلا مسی وقتی مثلا برگردون گل میزنه مسی آردی میدونه تو دو چه بازی ولی وقتی برگردون رو گل میزنه اصلا اون شب یه جور دیگه میخوابه ما وقتی یه ویدیو درست میکنیم که شما جواب میدیم بهش دیده میشه انگار که ما برگردون گل زدیم این اومده میگه برگردون گل نزن پاکش کنیش که هم نبینه بذار من بردارم هم ساپورت نکنم تو زندگی میده تو هم فضولی میکنم بدون حق بعد شخصیت دکتره یعنی <تص> اگه آدم احمق بود یه دونه مثلا چیز میگفتی خب دکترم یعنی مثلا آدم باید فهمیدم باید باشه یعنی مطمئنی که مغزش خوب کار میکنه فقط بخواده که اگر مامان ببینه ناراحت میشه اینقدر براش مهم بود خب میرفت مثلا از گوشی مامان تو رو بلاک میکنه نه همینو گفتن گفت اول اصلا مامان اینستاگرام نداره من اصلا نمیدم مامان کجا میتونه اینو ببینه بخیر خب برو تو ویدیو مامان برو اصلا برو ویدیو منو پیدا کن بزن بلاک همین اصلا نه من باید میشنیدم حرف تو رو نه خواهر من باید بیدار میگه بعد خواهر ماده منوز... زده میگه به من زده میگه با این دیل کن من حسین کسیاتون نرم من وسط همچین شخصیتیه اینجوری مثلا یعنی خواهر اضافه میکنه به اون ناراحتی ها که یعنی سوال کسافت کاری که کردی منم داره ناراحت میکنه منو وارد با این کسیات نکن خودتون با هم مشکلتون رو حل کنین آره بعد مثلا خیلی جالب بود وقتی دیدم گفتم آقا ایرانی ها چرا انقدر فضولن چرا انقدر حق به جانبن چرا وقتی یه کاری میخوام یه تو مقدشون خودشون درسته اونو میخوام بهت بگن چون نمیدونم چون نمیفهمن آدمو که خیلی انسان خیلی کامپلیکیتده هیچ آدمی با هیچ آدم دیگه یکی نیست دیفالت هم هم که من همیشه میگم ما بدیم یه چیز عادی بد و مثلا یکی میاد مومکن رو میبینه برای اولین بار تو سن پنج سالگی بعد داره به من نظر میده که مثلا این کاری که داری میکنی است یا این کاری که داری میکنی خیلی خوبه یعنی دو تو هیچ چی بچه من نمیدونی که نه بخوای خوب بگی نه بخوای بد بگی من یه رفیق داریم اومد پنج روز اینجا زندگی کرد بعد روز پنجم نظر داد من اون رو ریسپکت میکنم گفت من هم بکراندم هم درس خوندن بچه هست هم پنج روز دادم تو رو میبینم این نظر منه منم هم گوش دادم برفش ولی مثلا یارو رفتی مهمونی داره میگه این کاری که با بچت میکنی خوب نیست میگم کسخوی بیدتا تو چی میدونی دادا بچه من دیشب داشت مثلا شیشه های خونه رو میشکن همی که امشب شیشه نمیشکنه آردی من خیلی خوشحالم باید بهش جایزه بدم که تو داری میگی کار کیری داری میکنم من بهش جایزه باید بدم انقدر تو نمیفهمید دنیا چیه و فقط این به خاطر میاد چون چیزی که من گفتم که علی جون بچه من داره این کار میکنه نظر شما چیه تو آنش سو می نظر من چیه به کینم که نظر چیه نظر هم اصلا به خودم ارزش نداره چون خودت هم نظرت رو نمیفهمی راجع چی داری زر میزنی چون تو نمیدونی همه چی و نه که آدم بی شعوری هستی نه که آدم نفهمی هستی نه که من خیلی میفهمم تو همه داستان رو نمیدونی وقتی تو همه داستان رو نمیدونی وقتی تو هر روز با مومکو نوئی نیستی تو نمیتونی بفهمی چی خوبه چی بده چه جوری میخوای نظر بدی به نظر من این کار نکن چون یه خارکسه تو ژاپن 45 سال پیش توی کتاب نوشته تو فکر می‌کنی اصلا اون رو همه آدما کار می‌کنه اون کتاب رو همه آدما می‌زنن همه آدما مهربون بودن اون ژاپنی داشته من دلاراست می‌شدن کسخوری دیگه نه هر آدمی مت هزاران این اینپوت داره بعد هر اینپوتش هم یک و صفره یعنی بچه که اینپوت مثلا مثلا به بچه میگی که تو تاریکی خطرناکه یکی میترسه یکی میدوه توش و اون که میدوه توش میبینه هیچی نیست میگه او پس کسچر خطر وجود نداره اونی که نمیدوه توش میگه دیگه, دیگه کجا کسچر وجود داره او پس خدام هست شیطان هم هست جهنم هست چون که کسچرهای بعدی رو پیدا کردن میدونی اینجوری ما آدم ها شکل میگه عمره حالا حالا کسی نتونه بفهمه مردم اینجوری همه حق به جانه من الان این ویدیو رو دیدم من تصمیم میگیرم این ویدیو خوب نیست سوهل بیارش پایین یک ساعت گذشته این مادر جنده جواب نداده فامیلی سوهل به سوهل کسکش بگین آدم کیری نباشه بیاره پایین او بفتم به که به تو هیچ ربطی نداره من چیکار میکنم با تجربیت خودم من اسم کسی رو نیبردم بردم all تو باید بفهمی که من دارم خوبی میکنم به کامیونیتی گیا و لزویانا چیزش کردم فرستانمش توی مسجای پابلیکم دیگه نمیبینم مسجاشو چون پابلیک هست من باز نمیکنم ادمین باز میکنه قبلا <هنحن> که فوزولی کنین خودتون رو بزنین جای طرفی که میخواید فوزولی کنین حداقل ببینین ارزش داره که میخواید فوزولی کنین یا ببینین آخه شو... تو چه سناریویی میتونه ارزش داشته باشه مثلا همین که به شما بچه گفت مثلا گفته بچه مثلا این کار نکن خوش بچه داشته این مثال کونم بود ولی آره اوکی پس آره دیگه و نظر من همین که فکر کنین قبل اینکه که مثلا میخوان یه حرفی بزنین خودتون رو بزنین جای طرف ببینین وای آقایی چیزی که من میخوام بگم درست الان نظر راجع به این سیچویشنی که با فکر و فامیل من افتاده چیه <ایت> میگی باید تا این ویدیو رو, رو آره دیگه این ویدیو رو حالا ببینن و ببینیم بکفایر این ویدیو چی میشه ببینیم دوباره یه مسئله بابا میده دیگه میزنه به قول مرحله بعد میدونه <تصفح> من کس به من چی نمیگه چون بابام میدونه اگه به من چیزی رو بگی بدتر میکنم یعنی <تصفح> بابام اینو میدونه دیگه بزرگم کرده میدونه این کس منه من مریضی دارم دست خودم نیست من آدم کامپتیتیوی ام و لجباز دو تا از کاراکترهای غیر عادی منه شاید دلیل همه هر چیزی که هستم هم همین دوتاست هر کاری به من بگی نکن من بدترش میکنم بعد موموکام دقیقا اینجوریه چند به با من زده بودم همین گفتم بابا من نمیدونم باید خودم رو بکشم یا نه چون کاری که میکنه کاری منه و گفت نه آدم های مثل تو موفق میشن بذار همین حمال هم بمونه بذار بر رو باشه بذار نه نفهمه هر چی میگی نه باید بحث میکنه پاشا سری قبول میکنه پاشو میگه نه قبول به این دست میگه نه ما موقع به این دست چرا اصلا زن چیزی نمیشه دست میدن خیلی خب آقا من خواستم یه ویدیو بگم براجه به این داستان فوزولی خودوکیلی فوزولی نکنین مخصوصا این کار خیلی تو خانواده ها میکنن میگم یه چیز حق به جانب دارن که دیگه این پسر خالمه دیگه این پسر دایمه دیگه این نه هیچ از این داستان نیست این مالا قدیمی که سوار علاقم نبودیم فقط میتونیم تو صدم زندگی کنیم آره تو دنیای هم بودیم و بودیم ولی دیگه شما از آمریکا زن نزن به فرانسه به یه توضیح بدی که چرا رو ویدیو که درست کرده دنیای خودش به تو رب داره واقعا نکنین این کار رو هم هم هر کی هم اون تو وقتی که هر کی جای خانواده من باشه الان که این داستان رو بشنوه من فقط داشتم خوبی میکردم من فقط میخواستم مامان ناراحت نشه من فقط میخواستم که یه وقت بدی نیاد همه هم فقط رو خوبی دارن کون میدن این هم. من خیلی برامون جالبه که همه انقدر خوبی تو دلشون هست برای هم دیگه دنیا کسافته همه همه رو بکشیم همه کونه همو بزنیم همه از هم بدوزیم دولت از مردمش بزنه بابا از بچهش بزنه همه کسافت کاری همه میخوان یهو بعد از این میخواد به من خوبی کنه نمیخوام خوبی تو بکن تو کس احمد من نمیخوام خوبی هیچ لطفا کسی به من خوبی نکنه دادا من همین فالوورایی که دارم توی اینستاگرام و یوتیوب تخماتونو میلیسم تا آخر زندگیم هیچ نمیخوام با خودتون حال میکنم شما هم گفتین من, من رو منو دیلیت کنین دو دنیا تنها زندگی میکنم صبح دوبی میزنم عشق دنیا رو میکنم چون من خوشحال زندگی میکنم من هپی ام من با چیزی که دارم مثل سگ راضی و به این لول راضیت رسیدن فوق العاده سخته زحمت بکشین تو زندگیتون راضی باشین به جای فزولی فزولی نکنین